با در نظر داشتی این همه بی تفاوتی که متاسفانه وجود داره برخلاف انتظار شهروندان افغانستان که از دولت و حکومت و نهادهای عدلی و قضایی به انتظار رسیدگی عادلانه به همچون قضایی داره خب در این زمینه واکنش ها در عمل ها و دستاورد کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان که شما عضویتشان را دارید چی است؟ چی تلاش های صورت گرفته تا وادار بکنن نهادهای مربوطه را در این زمینه خب کمیسیون هم بخشی از زمین حکومت است بخشی از زمین دولت است دیگه نمیشه زیاد انتظار داشت ما به صورت مشخص یک مشوره حقوقی را در مورد نسل کشی و مسئولیت دولت در تطبیق ماده پنج قانون اساسی به جلسه کمیسیون ارائه کردیم و متاسفانه بعضی از دوستان ما همه دوستان نه بعضی از دوستان ما به شدت با یک حالت خشماگین نسبت به این قضیه که گویا ما یک امتیاز خاصی را میخواییم از, از کل کشور یا از جامعه جهانی یا از کلان جای مثلا ما میخواییم نصیب یک قوم خاص بکنیم یک عکس فقط با همین منطق منطق جالب اینه که همین چیزی که پیشتر اشتاره کردم میگه چون اینجا عامل معلوم نیست جنایتکار معلوم نیست شما علیه کی شکایت میکنید و برادر من میگم که میدم. دعوای خاص یک قتل یک جای اتفاق میفته بدون از حتی قاتل از مشخص باشه که کی است سارالوال می تحقیق میکنه دوسیه رو باز میکنه میبره در اونچه مفتوح نگه میداره رو تا اینکه قاتل پیدا شود اگر پیدا شد که خب هر وقت پیدا شد میکشه و مجازات میکنه و هیچ وقتی جرم یک از خصوصیت هایی که داره جرم نسل کشی قابل مرور زمان نیست یعنی که 50 سال دیگه هم از این قضیه بگذره شامل مرور زمان, زمان نمیشه. مرور زمان نمیشه بله آی دکتر کدام محاکم صلاحیت رسیدگی به جرم نسل کشی و یا جنوساید را داره اگر ما نگاه بیندازیم به در واقع محاکم ملی و بین المللی در این زمینه و به ویژه به صلاحیت های سی سی تحت چی شرایطی با چه کم و کیفی اینا میاید به همچون قضایا رسیدگی میکنند؟ یا نیاز به شکایت خاص داره یا یعنی اینکه نه رسالت و مسئولیتی بین المللی آنها ایجاب میکنه که تا همچون رویدادها را شناسایی بکنه و رسیدگی صورت بگیره ببینید خود کنوانسیون یک راهکار پیش بینی کرده کنوانسیون من اجنوساید در یک مدی از او اشاره کرده که دولت هایی که از در حق جرم در اونجا اتفاق میفته صلاحیت اصلی و اولیه رسیدگی به جنایت نسل کشیر داره اما صلاحیت دیوان دادگستری الله یک صلاحیت تکمیلی است یعنی وقتی که مثلا فرض کنید او دولتی که باید رسیدگی بکنه از لحاظ قدرت زیر نداشته باشه که رسیدگی بکنه توان از نداشته باشه که او مجرمین را و جنایتکاران را به پای میز محاکمه بکشانه در صورت است که صلاحیت تکمیلی دیوان دادگستری در دا اونجا آشکار میشه و این دوسیه را در حقیقت در دیوان طرح میکنه بله دیوان معمولا تا به حالی که قضایا که اتفاق افتاده دا دیوان دادگستری به قضایه رسیدگی میکنه که معمولا شکایت علیهش صورت گرفته باشه اما در قضیه رواندا و یوگسلاوی خدمت شما پیشتر گفتیم او دیگه سازمان ملل متحد خودشان یک دادگاه ویژه خاص برای رسیدگی به این یک شعبه خاص اختصاص داد و تاسیس کرد و اساسنامه خاص داشت او فرق میکنه اما در مواردی دیگری که مثلا تک پیشتر گفتم علیه کشور میانمار کشور اس، کشورهای اسلامی جمع شدن کشور گامبیا را فکر نماینده گرفتن و او رفت اونجا ترح شکایت کرد علیه دولت برما یا دولت میانمار حالا وقتی که کنوانسیون من ایژینوساید در واقع مشخص اشاره میکنه که در او کشوری که این رویداد یا این جنایت اتفاق افتاده مشخصا صلاحیت و مسئولیت رسیدگی به این قضایا داره خب اگر ما به افغانستان بپردازیم خب چرا دولت افغانستان با که ما عضویت این کنوانسیون را داریم به همچنین قضایا به شکل جدی نمیپردازه؟ عرض کردم دیگه یک غفلت از صورت گرفته و باید مسئولین و به نظام قضایی افغانستان و دولت افغانستان این قسمت پاسخگو باشد دقل اگر دلایل در حقیقت اگر نمیتواند که رسیدی بکنه به دلایلی که خدمت شما گفتم از نهادهای های و از محکمه دادگستری کمک بخواهد حدث ما است که دولت در این راستا یک گامی برداشته شما خبر دارین که وزیر محترم خارجه و وزیر محترم عدلیه در فکر کنم دو هفته پیش بود که یک سفری داشتن اونا به مقر محکمه بین المللی جزایی در لاهه که اتفاقا در اون زمانی بود که حادثه کورس حادثه ی مکتب سید اتفاق افتاد و همزمان نزدیک های از اون زمان بود اون وقتا بود که احتمال احتمال داره که در اینجا اگر دولت واقعا همکاری بکنه اگر خودش میتونه این را رسیدگی بکنه بر اساس کدی جزای خود و اگر نمیتواند نهادهای بین‌المللی را در این زمینه دخیل بکنه و از صلاحیت های تکمیلی از اونها استفاده بکنه. دخن. شما دکتر دو تا بحث خیلی پیچیده و جدی و یا کلیدی در این زمینه هست. یک مسئله احراز قصد معنوی هست که در این زمینه در واقع تاکید شده برای اثبات ژنوساید و یا نسل کشی. یک هم مسئله در واقع چگونگی یا نوع نگاه حاکمیت در او جغرافیای سیاسی نسبت به او قضیه است که ممکنه در بس موارد تیم حاکیم خیلی به مسلحت خودشان ندانه که به همچون قضایا بپردازه و یا به هر دلیلی تعلل کنه و شانه خالی بکنه از پرداختن یا پردازیش به همچون قضایا در این صورت رای حل چیه با چی میکانزم های عملی و حقوقی میشه به یک نحوی بالاخره پرداخت به همچه ببینید ما یک فرضیه داریم و فرض ما فرض داریم فرض ما چی است فرض ما این است که ما یک حکومت دموکراتیک مدرن و مبتنی بر اصل حاکمیت قانون را داریم که یعنی در حقیقت در تحت جمهوریت گفته میشه اگر چنین است از لوازم جمهوریت از لوازم اصل حاکمیت قانون و دموکراتیک بودن نظام این است که دولت به ملت پاسخگو باشه و دولت بدون تبعیض و بدون ملاحظات قومی و تعصبات به تمام اتباع خود یکسان ببینه به تمام مذاهب و تمام اقوام و تمام افراد این فرض ماست خب حالا اگر ما بخوایم که بگیم مثلا این نظام را ما داریم یک نظام مدرن داریم یک نظام مبتنی بر قانون داریم یک نظام دموکراتیک داریم یک نظام جمهوری داریم اگر داریم یکی از لوازمش این است که شما بیان نسبت به اتباع خود پاسخگو باشید نسبت به حقوقشان بی تفاوت نباشید نسبت به تامین امنیتشان بی تفاوت نباشید سازگارها سازوکارهای ملی قانون می عرض و بین المللی کنوانسیون عرض وقتی که به شما این اجازه را میده که شما برای مبارزه با تروریسم شما تروریسم دشمن شما هم است دشمن مردم هم هست دشمن حکومت هم است دشمن تمام مردم افغانستان هست خب چرا از این ظرفیت ها و از این امکانات استفاده نمی کنید ما چیزی که یعنی باور ما به میز چیزی که ضربه میزنه به نظام جمهوری و چیزی که ضربه میزنه به نظام دموکراتیک بودن نظام او عدم پایبندی به قانون است یعنی اگر قرار باشه که حاکمان ما به قانون پایبند نباشه به قانون اساسی پایبند نباشه و تطبیق قوانین را در خود قرار ندهد دولت کاری خود قرار ندهد دیگه چیزی از اون نظام باقی نخواهد موند. و امیدی به یعنی در حقیقت این خطر خطری ای بی قانونی و قانون از خطر تروریست برای نظام بیشتر است